دزدی 450,000 دلار از نمایندگی های بانک ملی. و چرا؟ سفر رئیس جمهور کرزای به ایالات متحده امریکا. دزدی 450,000 دلار از نمایندگی های بانک ملی. ویرانی جاده ها و انتقاد پایتخت نشینان. واکنش ها در برابر گفتای اخیر بشار الاسد. و افزایش سرمایه گذاری ها نسبت به سال پار در کشور. سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 ماه جدی سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه جنوری سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزای امروز به ایالات متحده آمریکا رفت. گفتگوها درباره توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، روند انتقال بسیج نیروهای امنیتی افغان، روند صلح و نیز مسائل سیاسی و اقتصادی از موضوعات محوری گفتگوهای رئیس جمهور کرزای با باراک اوباما گفته شده است. در این حال، وزارت مالیه میگوید که آقای کرزای در این سفر از واشنگتن خواهد خواست تا بخش بیشتر کمک آمریکا از سوی حکومت افغانستان به مصرف برسند. ولی آریان گزارش می‌دهد. رئیس جمهور کرزای در سفر 3 روزه‌اش به واشنگتن در باره موضوعاتی که بیشتر مربوط به سالهای پس از 2014 می شود با باراک اوباما گفتگو خواهد کرد. معیاری ساختن نیروهای افغانستان و بسیج آنان با تجهیزات نظامی به ویژه با جنگنده ها و افزارهای پیشرفته استخباراتی از خواستهای دیگر آقای کرزای در این سفر گفته شدند. چگونگی حضور نظامیان آمریکایی در کشور پس از سال 2014 و برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان نیز در این سفر به بحث گرفته خواهند شد. ما گفتگوهای بسیار مهمی را در این سفر انتظار داریم. اوضاع امنیتی، روند صلح، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی، ادامه حمایت اقتصادی واشنگتن از افغانستان و موضوعات مهم دیگر در این سفر آقای کرزای به بحث گرفته خواهند شد. در این میان به مصرف رسیدن بخش بیشتر کمک‌های واشنگتن از سوی حکومت افغانستان از خواست‌های دیگر آقای کرزای در این سفر گفته شده است. وزارت مالیه هدف این کار را مصرف مؤثر کمک ها در کشور می داند. این یکی از اهداف حکومت افغانستان است که بیشترین مصارف و یا در کل مصارف از طریق بودجه ملی افغانستان صورت بگیره، که ما در چارچوب کنفرانس توکیو مهمترین بخش هدف ما همین این بوده، چرا که مؤثریت بیشتر نظر به خارج از مصرف خارج از بودجه داره. پیش از این طالبان هشدار دادند که اگر در سفر آقای کرزای به واشنگتن در باره حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 توافق شود، این گروه به نبردشان ادامه خواهند داد. با این همه به نظر می رسد که هنوز هم حضور نظامیان آمریکایی برای پیکار با هراس افغانی در سالهای آینده در کشور یک نیاز است. هرچند به تازگی فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان هم خواهان حضور 6 تا 20,000 سرباز آمریکایی در کشور پس از سال 2014 شده است. در این حال سوالات وجود دارند که رئیس جمهور کرزای در سفرش به واشنگتن معضل هراس افغانی و چگونگی گفتگوهای صلح را باید بسیار جدی مطرح کند. برخی از احزاب و ائتلافهای سیاسی میگویند که جامعه جهانی نباید پیکار با هراس افغانی را تا سال 2014 میلادی محدود سازد، بل نیاز است پس از سالهای 2014 نیز با این پدیده به گونه جدی مبارزه شود. این احزاب از رئیس جمهور کرزای میخواهند تا مشکلات برخواسته از پاکستان را نیز به گونه جدی با واشنگتن در میان بگذارد. شریف امیری جزئیات را گزارش میدهد. همزمان با افزایش نگرانی ها درباره سالهای پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، رئیس جمهور کرزای به واشنگتن سفر کرد تا درباره نگرانی های امنیتی، اقتصادی و سیاسی پس از سالهای 2014 میلادی با مقام های کاخ سفید گفتگو کنند. ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده در نظام کنونی گفته می شود. برخی از احزاب سیاسی حضور این کشور را در سالهای پس از 2014 در افغانستان بسیار مهم می دانند. ترکیز شو از جناب آقای کرزای به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان که مبتنی بر منافع ملی کشور خواسته های خود را با رئیس جمهور آمریکا مطرح بسازه،
خصوصا روی موضوع همکاری های امنیتی و اقتصادی بعد از 2014 تا ملت افغانستان از ناحیه ای که بعد از 2014 افغانستان دچار مشکلات و جنگ های داخلی نمیشه ملت افغانستان از این ناحیه مطمئن شد. اما هراس افغانی هنوز هم در افغانستان به حیث یک پدیده دردسر ساز پا بر جاست و در گسترش این پدیده بیشتر انگشت انتقاد به سوی پاکستان نشانه گرفته می شود. جامعه بین‌المللی از روند سیاسی دموکراسی، پروسه های شفاف انتخاباتی، حقوق مدنی شهروندان افغانستان به صورت جدی حمایت بکنند و این روند تقویه بکنند و همچنین مبارزه جامعه بین‌المللی با هراس افغانی به صورت جدی دوامدار ادامه پیدا بکنند. هرچند نهادهای امنیتی کشور بارها از توانایی ها برای مهار ساختن تهدیدهای برخواسته از هراس افغانی در سالهای پس از 2014 اطمینان دادند، اما گسترش فعالیت های هراس افغانان و حمایت های بیرونی از این گروه ها نگرانی ها را در برابر امنیت کشور بالا می برد. و روشن هم نیست که آیا واشنگتن پس از سال 2014 در افغانستان حضور نظامی خواهد داشت و آیا به این پدیده توجهی جدی صورت خواهد گرفت؟ 450,000 دلار امریکایی از سه نمایندگی بانک ملی در ولایت‌های کندز، بدخشان و کابل دزدی شده است. گفته می‌شود که زمینه برای دزدی این پول‌ها از سوی کارمندان خود این بانک فراهم شده بود. در این حال، وزارت امور داخله می‌گوید که در پیوند با این رویداد 10 تن بازداشت شده‌اند. کریم امینی در این باره گزارش دارد. گفته می شود که 200,000 دلار در نمایندگی کابل و 250,000 دلار دیگر در ولایت های کندز و بدخشان دزدیده شده است. شماری از کارمندان این بانک به این دزدی متهم شدند، اما مسئولان بانک ملی به گفتگو در این باره حاضر نشدند. در همین حال وزارت امور داخله می گوید که 10 تن در پیوند با این رویداد بازداشت شدند. بر اساس راپور خود این بانک، نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس دست به اقدام زده و در سه قضیه در سه ولایت به تعداد 10 نفر متهم بازداشت شده که به شکل جدی اینا دوشه از اینا ساخته شده و محول شده به نهادهای محترم عدلی و قضایی. گفته می شود که یک کارمند این بانک در کابل با کمک مادرش این پول را از بانک بیرون کرده است، اما درباره چگونگی بیرون شدن این پول ها از نمایندگی های کندز و بدخشان تا کنون چیزی گفتن نشده است. آزادی بیان حق قانونی هر شهروند کشور است، اما نباید از آن برای اهانت و حق حرمت به دیگران استفاده شود. معاون دوم رئیس جمهور کرزی در نامه‌ای که برای جمهور کرزی فرستاده است، گفته های یک سناتور را درباره غصب زمین از سوی خودش به شدت رد می کند. در این نامه گفته شده است که مقام ها و شخصیت های کشور بدون شواهد و مدارک نباید به غصب زمین متهم شوند. در این حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که در غصب زمین ها در کشور شمار از مقام ها و زورمندان دست دارند. رفیع صدیقی گزارش می دهد. در این نامه که از سوی معاون دوم رئیس جمهور برای جمهور فرستاده شده است، آمده است که میخواهد متهم شدنش به غصب زمین از سوی نهادهای عدلی و قضایی به گونه جدی به بررسی گرفته شود و اگر این موضوع ثابت شود، حاضر است حکم قانون را بپذیرد، اما اگر این موضوع نادرست ثابت شود، خواستار اعاده حیثیت خودش است. در همین حال شماری از نمایندگان مردم در مجلس، هرچند از دست داشتن شماری از مقام‌های حکومت به شمول برخی نمایندگان مجلس در کار غصب زمین تاکید می‌ورزند، اما می‌گویند که بررسی‌ها در این باره به گونه جدی جریان دارند تا روشن شود که چه کسانی در غصب زمین دست داشته‌اند. پلیس جرگه مسلما وظیفه داره که باید قانون وضع بکنه و بعد در لیست کسایی که واقعا به عنوان غاصبین زمین هستن و بسیار کاری خلاف قانون هم هست، خلاف منطق هم هست، خلاف اخلاق هم هست که با استفاده از اتوریته حکومتی یا دولتی کسی سوء استفاده کنه، برای از اونها جزایی را تعیین خواهد کرد. انکار نمی کنم که مقامات عالی رتبه در غصب زمین دست داره، چون مردم عادی نمیتونه زمین را غصب بکنه، اما من مخالف این هستم که بسیار به طور غیر مستند و به طور عمومی یک تعداد اتهامات سر بعضی از افراد وارد شود. تا زمانی که سند، ثبوت، شواهد، اسناد و مدارکی وجود نداشته باشه، هیچ وقت آدم ادعا کرده نمیتونه که کسی زمین غصب کرده. این نمایندگان تاکید می‌ورزند که برای شناسایی غاصبان زمین در کشور کمیسیونی از سوی مجلس نمایندگان ایجاد شده است و به زودی نام‌های غاصبان زمین در کشور افشا خواهند شد.
خرابی جاده ها با یکی از معضل های اصلی باشندگان کابل مبدل گشته است. بسیاری از باشندگان شهر کابل میگویند که حکومت در چند سال گذشته نتوانسته است که چهره شهر کابل را مانند یک پایتخت بسازد و ویرانی بسیاری از جاده های این شهر گواهی این ناتوانی است. آسیب مودودی گزارش دارد درباره وضعیت چندین جاده در شهر کابل. به چندین بخش شهر کابل سر میزنیم. این بار هم معضل نابسامان بودن جاده ها و نیز چالش های برخواسته از کن بودن روند بازسازی آنها موضوع این گزارش است. در نخست جاده چهار قلعه چهاردی، کندنکاری این جاده پارسال از سوی شهرداری کابل آغاز شد. اما اکنون پس از گذشت بیش از یک سال کار ساخت این جاده آغاز نشده است. در گرد و پیش این جاده صدها خانواده زندگی می کنند. خانواده هایی که می گویند به علت فقیر بودن از نظر دولت دور افتادند و هنوز هم معلوم نیست که این جاده شان چه زمانی ساخته می شود. جاده ای که در بهار گرد و خاک و در زمستان هم گل و لای آن مشکل آفرین شده است. اگر ای از رئیس ما بود، وزیر ما بود و در از وکیلا ما بود و سرک وقت دو دفعه قیر ما شد. مردم غریب رفت آمد میکنه، دولت هیچ گونه توجهی در این سایه نکرده. گوشه دیگر از شهر کابل، جاده چهل ستون. این جاده هم چندین بخش شهر کابل را با هم دیگر پیوند می‌دهد، اما باشندگان محل هم به اخلال در ساخت این جاده متهم هستند. با این هم زمان گیر شدن ساخت این جاده بسیار پرسش برانگیز شده است. این جاده که کمتر از 10 کیلومتر درازی دارد، بیش از 3 سال است که کار ساخت آن از سوی شهرداری کابل آغاز شده است. در این زمان تنها بخش‌های از این جاده بدن سازی شدند و کار ساخت آن هم بسیار زمان گیر. فقط دو سرک از یا قائم گرفتم اون میدان هوایی را که خارجی ها را نشان بده که میرن و میاین، اونمو بعض دیگه کار نیست. من خود موتروان هستم، دما یک دفعه بسته است، نه جمپن، نه گولی، نه تخت، هیچ چیز خدا نمیمونه. ماشینری شاروالی کابل در این شهر بسیار کلان به او حدی نیست که در همه جا با تمام قوت خود بتانه کار بکنه. به خاطرم بود که ما پیشنهاد کردیم خدمت جلالت ماب رئیس جمهور افغانستان، اینا دیروز در جلسه شورای وزیران به وزارت محترم مالیه هدایت دادن تا 20 میلیون دلار ماشینری برای ما خریداری بکنه. جاده های دیگری هم در شهر کابل ویران تر از این جاده ها هستند. جاده هایی که در هنگام رفت آمد برای باشندگان کابل سخت مشکل آفرین می شوند. بیش از 10 سال از تغییر نظام در کشور می گذرد، اما با گذشت این زمان هنوز هم بسیاری از جاده های پایتخت وضعیت بسیار خرابی دارند. پیدایی که همواره با انتقاد به همراه بوده است و گفته می شود که این کار سبب شده است تا هنوز هم شهر کابل به یک پایتخت شباهت نداشته باشد. سید سیب مدودی، طلوع نیوز، کابل. ادامه این خبر هاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. گفتهای تازه رئیس جمهور سوریه درباره جنگجویان مخالف حکومت این کشور با انتقادهای سخت جهانی روبرو شده است. هرچند بشار الاسد جنگجویان مخالف را دست نشانده غرب می داند، اما امریکا این گفته ها را به شدت محکوم می کند. در این حال اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر کنارگیری بشار الاسد قدرت تاکید می ورزد و سوی دیگر جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد با انتقاد از گفتهای وی بر سرنگونی حکومت سوریه تاکید می ورزند. تأکید رئیس جمهور سوریه بر ادامه مقاومت در برابر فشارهای جهانی و جنگجویان مخالفش با موج تازه از واکنش‌ها روبرو شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این گفته‌های بشار الاسد را تلاش تازه وی برای ماندن در قدرت می‌داند. از سوی دیگر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار کنارگیری بی‌درنگ بشار الاسد از قدرت شده است. در همین حال نخست وزیر بریتانیا میگوید که این کشور با متحدانش میکوشد تا مخالفان حکومت سوریه را در درون و بیرون آن کشور در کار سرنگونی حکومت بشار الاسد کمک کند. پیام من به اسد کنار رفتن از قدرت است. دست های او به خون آلوده است. میبینیم که تاکنون 60,000 تن در سوریه کشته شده اند. افزون بر این انتقادها، جنگجویان مخالف حکومت سوریه ادامه رویارویی را برای سرنگونی حکومت بشار الاسد یک نیاز جدی می دانند. بشار الاسد خودش را رئیس جمهوری سوریه می داند، اما او رهبر یک گروه هراس افغان است. سخنرانی بشار الاسد بی‌معنا بود و نبرد ما در برابر حکومت او تا پیروزی ادامه خواهد یافت. در همین حال پناهجویان سوری در اردن نیز گفته های اخیر بشار الاسد را برای پایان دادن به خشونت ها در این کشور به شدت رد می کنند و حکومت او را جنایتکار می دانند. با اکنون نگاه زودگذار داریم بر چند رویداد دیگر در جهان.
یک دختر دیگر در هند مورد تجاوز قرار گرفت. مرد در هند میگوید که دختر 21 سالش پس از تجاوز گروهی به قتل رسیده است و جسد آن به روز شنبه در نزدیک دهلی نو پیدا شده است. به گفته مقام های امنیتی دهلی نو، دو تن در پیوند با این رویداد بازداشت شدند و وظایف 4 پلیس نیز به تعلیق در آمدند. از سوی دیگر 5 متهم تجاوز گروهی بر یک دختر 23 ساله در یک موتر مسافربری در دهلی نو امروز در دادگاه حضور یافتند. باراک اوباما چک هیگل را به رهبری وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نامزد خواهد کرد. کاخ سفید میگوید که رئیس جمهور اوباما میخواهد تا چک هیگل سناتوری پیشین جمهوری خواه را به حیث وزیر دفاع نامزد کند تا جاگزین لیون پنتا شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از یک غیابت یک ماهه امروز به کارش برمیگردد. مقام های آمریکایی میگویند که وضعیت بهداشتی هیلاری کلینتون اکنون خوب است. پیش از این بانو کلینتون به علت لخته شدن خون در مغزش بستری شده بود. و یک کانگورو با وارد شدن در میدان هوایی شهر ملبورن استرالیا مسافران را شگفت زده کرد. به گفته مقام های امنیتی استرالیا این کانگوروی 3 ساله پس از چند دقیقه فرار با گلوله بیهوش کننده زخمی و بازداشت گردید. باز هم خوش آمدید. به این هم چند خبر اقتصادی. وزارت معادن از آمادگی ها برای استخراج معدن سنگ کرومایت ولایت لوگر خبر می داد. وزیر معادن می گوید چندین جای برای استخراج سنگ کرومایت در این ولایت مشخص شدن و به زودی کارهای ابتدای استخراج آن آغاز خواهد شد. در این حال ساختمان ریاست معادن ولایت لوگر که با هزینه بیشتر از 12 میلیون افغانی ساخته شده است از سوی وزیر معادن گشایش یافت. وزیر معادن که برای گشایش ساختمان ریاست معادن به ولایت لوگر رفته بود میگوید که این ولایت گذشته از مس، معادن بزرگ کوبالت، سنگ کرومایت و مرمر را نیز دارد. وی تأکید می‌ورزد که تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های محلی برای استخراج این معادن جریان دارند. ولایت لوگر یکی از ولایت‌هاست که ذخایری زیادی کرومایت اینجا وجود دارد و تقاضا در کشورهای منطقه برای کرومایت خیلی زیاد است و ما چندین نقطه را در اینجا با جناب والی صاحب و رئیس پیشرای ولایت شناسایی کردیم که داینده نزدیک از طریق ریاست ایجاد شده امروز کار انکشاف از اینا و برآورده از اینا برانداخته میشه. در همین حال والی لوگر میگوید که تدابیر لازمی را برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی و قاچاق سنگ کرومایت و دیگر سنگ های گرانبها در این ولایت را روی دست دارند. د دې لپاره چې د قاچاق مخه ونیول شي او منظم او قانوني استخراج شي همدغه ظرفیتونه ایجاد شوي دي او د جناب وزیر صاحب د څرګندونو په اساس ډېر زر به داوطلبي ته وړاندې شي، قانوني استخراج به یې پیل شي او له دې سره به هم امنیتي ننګونې له منځه ولاړ شي، هم به د لوګر ولسونو ته کار پیدا شي. از سوی هم وزیر معادن تاکید می‌ورزد که تمامی کارمندان و کارگران چینی که در معدن مس عینک لوگر کار می‌کردند و به چین رفته بودند دوباره برگشتند. در سال 2012 میلادی در مقایسه با سال 2011 میلادی سرمایه گذاری ها در افغانستان 26% افزایش داشتند. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها می گوید که در سال 2012 میلادی بیشتر در بخش های صنایع، کشاورزی، هوانوردی و ساختمانی سرمایه گذاری شده است. بانک اتاق تجارت و صنایع افزایش سرمایه گذاری ها را تایید می کند، اما می گوید که در این سال بیشتر از 20% کارخانه های کوچک به علت نبود سهولت های لازم به ویژه نبود برق از فعالیت باز ماندند. رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری ها ایجاد دکانخانه ذوب آهن، دو شرکت هوانوردی، شرکت های تدارکاتی و ساختمانی را از علت های عمده افزایش سرمایه گذاری ها در سال 2012 میلادی در کشور می داند. تا سال 2012 میلادی تقریبا در حدود 585 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری صورت گرفته که با مقایسه پارسال 26% افزایش نشان می دهد. پارسال در مجموع 463 میلیون دلار در مجموع سرمایه گذاری شده بود. اما اتاق تجارت و صنایع می گوید در کنار افزایش 26% سرمایه گذاری ها در کشور، بیش از 20% سرمایه گذاری های خرد به علت های گوناگون راکت ماندند. اگر از یک طرف تعهد سرمایه گذاری صورت گرفته، از طرف دیگر چالش های وجود داشتند که سرمایه گذار بر حال که وجود داشتند او با پلج مواجه شده و او توقف داده شده.
که ای تاثیر میکنه سر سرمایه گذاری جدید. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها میگوید شرکت هایی که پیش از این از آیسف و ناتو پروژه میگرفتند و سرمایه گذاری هایشان موقتی بود، با سرمایه گذاری ها در بخش های صنایع کشاورزی و معادن در سال 2012 میلادی روی آوردند که این کار بیشتر به سود افغانستان است. با این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 51 افغانی و 55 پول، یک یورو 67 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 14 افغانی و 10 پول، هزار روپیه هندی 960 افغانی، هزار تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و هزار روپیه پاکستانی 524 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتون می کند. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. تیم فوتبال سنگر فاتح رقابت انتخاباتی فوتبال شهر کابل شد. مقام های دوم و سوم را تیم های گلوبال و آزادی به دست آوردند. در پایان رقابت ها فهیمه تابش با زدن 8 گل لقب بهترین گلزن را به دست آورد. در این حال مونا حلیمی از تیم گلوبال بهترین بازیکن این رقابت ها شناخته شد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در پایان رقابت ها 30 چهره برتر برای حضور در تیم ملی فوتبال دختران افغانستان برگزیده شدند. در فرجام دیدار این رقابت ها تیم فوتبال سنگر 1-0 گلوبال را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. همبستگی اتحاد که در بین تیم ما بود با تانستیم که مقام اول به دست بیاریم. ما خوش هستیم به فاینال دوم شدیم و اولین بارم است که ما بهترین بازیکن شدیم. کمیته بانوان ما پروگرام دارند که در این مسابقات دخترای جوان در تیم ملی انتخاب بکنند. امیدوار هستیم که دیگه یک تیم ملی جوان که دوباره سرش سرمایه گذاری شد داشته باشیم. آقای کریم برای پیشرفت فوتبال در افغانستان مشخص کردن بودجه فدراسیون فوتبال را از سوی دولت یک نیاز می‌داند. بودجه فوتبال باید معلوم بکنند. حکومت افغانستان برای فوتبال چند روپی که در نظر می‌گیره، من نمی‌گم چقدر، باید معلوم باشه. ما مطابق هم بودجه خود پلانای خود تیار کنیم. ما تقریبا 30 پیلیار چهره‌ها را شناسایی کردیم که از بین از این 30 پیلیار تمرینات مشترک اینا دارن. بعد از او ما تقریبا در حدود 20 پیلیار برای تیم ملی فوتبال هفت بانوان انتخاب میکنیم. از سوی دیگر صابره عزیزی و امید یوسفزی مدرک داور بین المللی و همچنان فروزان تجلی آجر اول فضل، علی ماقای شیرزاد و یاسمین ایدری مدرک کمک داور بین المللی را از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا نیز به دست آوردند. تیم فوتبال بارسلونا 4-0 اسپانیول را در هم کوبید. در این دیدار ژاوی هرناندز و لیونل میسی 1-1 بار و پترو دو بار برای بارسلونا گلزنی کردند. در دیگر دیدار مهم رئال مادرید با گلزنی کریم بنزما، سامی خدیرا و کریستیانو رونالدو 4-3 رئال سوسیداد را مغلوب ساخت. در جدول رده‌بندی این رقابت ها بارسلونا با 52 امتیاز در صدر است، اتلتیکو مادرید با 40 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است و رئال مادرید با 36 امتیاز سوم است. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان میکند. فردا کابل هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین 9. کندهار آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4. و هرات هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.